ولی آقای نعمانی، به نظر میرسه با همه این صحبت ها یه مقداری فاصله خیلی جدی بین مردم و مجموعه حکومتگران ایران در اون زمان به وجود اومده بود که با چند تا گزارش که اون هم به صورت خیلی نیمبند اینجا و اونجاش ممکن بود مطرح بشه یا نشه و اکثرا اتفاقی در موردش نیفته، نمیشد این مسئله رو حلش کرد. شما یعنی تمام این نارضایی که در ایران به وجود اومده بود و مردم علیهش بلند شدن، این به اصطلاح نوع استدلالی که در مقابل استدلال مثل شما میاد که نقش نیروهای و کشورهای خارجی رو خیلی برجسته میکنین تو این مسئله، اونها در مقابل میگن که نه اینجوری نیست، یعنی همین اتفاقات به دلیل نوع حکومتی که در ایران حاکم بود از یک طرف فاصله فقیر و غنی زیاد میشد و از اقتصادی خراب بود، تورم فوق العاده زیاد بود و از طرف دیگه هیچ گونه آزادی سیاسی هم وجود نداشت و این دامن زد به انقلاب ایران. انقلاب موقعی آغاز شد که آزادی های سیاسی داده شده بود مقدار زیاد. و در ضمن من یک نکته هم بهتون بگم، اینی که من میگویم که در من و خیلی ها خارجی و داخلی که در انقلاب ایران سیاست‌های بین المللی، سیاست دنیای غرب به خصوص مؤثر بود، دلیل بر عدم نارضایتی در داخل مملکت نیست. اون نارضایتی ها بهره برداری شد، تشدید شد، پراکنده شد با اشتباهات با سیاست خارجی و الحاق این دو عامل به هم دیگه به انقلاب ایران منتهی شد. خاطرات کنت مرانش رئیس سابق سازمان اطلاعات فرانسه رو بخونید، کتابهایی که اخیراً در امریکا با استفاده از اسناد و مدارکی که الان دیگه در دسترسه بخونید، اسناد و مدارکی رو که در روابط دولت فرانسه با روح الله خمینی در پاریس وجود داره، رفت و آمد تقریباً هر شب وزیر مختار امریکا به فرانسه در فرانسه رو به منزل خمینی، اینی که قبل از اینکه خمینی بیاد به پاریس CIA خونه مجاور خونش رو کرایه کرده بود، این رو من نگفتم، توی مدارک رسمی دولت فرانسه و امریکا هست. ولی آقای نعمانی، اینها همه اینها بعد از اینکه به اصطلاح اون خیزش عمومی در ایران شروع شده بود و ممکنه کشورهای غربی نتیجه رسیدن که این حکومت قرار نیست که به اصطلاح نجات پیدا بکنه و بهتری ما به فکر آینده خودمون باشیم. من تصور میکنم که این تغییر جهت از روی همین مدارک موجود و عقیده شخصی خودم این است. تقریبا 3 یا 4 سال قبل، از جمله سیاست نفتی رو فراموش نکنید و اصرار شاه رو به این که ایران حقوق کامل نفتی خودش رو به دست بیاره و قیمت نفت تنزل نکنه، من خیال میکنم، یعنی تصور خیلی ها بر اینه که این سیاست 3 یا 4 سال قبل از سال 78 شروع شده بود و در حقیقت خمینی که بعداً لقب امام هم در پاریس بهش دادن که البته تناسبی هم نداشت، عامل اجرای این سیاست شد بدون اینکه شاید خودش هم، یعنی اگر اینطوره آقای نعمانی، یعنی این تغییر سیاست کشورهای غربی نسبت به شاه به دلیل تغییر سیاست شاه نسبت به اونها بوده و از جمله و از سالهای مثلا 1972 3 شروع شده، این به این معناست که بسیاری از این حرکت‌های اعتراضی که در داخل ایران رشد می‌کرد و زیادتر می‌شد، افراد بیشتری بهش می‌پیوستند، از روشنفکرها گرفته تا کارگران گرفته تا انواع اقسام به صورت طبقات مختلف جامعه ایران، همه اینها به نوعی سازماندهی می‌شد از طرف کشورهای غربی؟ سازماندهی نمی‌شد ولی مسلماً تشویق می‌شد و بی بی سی هم در این تشویق بی اثر نبود. ولی نمی شود گفت که انقلاب ایران رو خارجی ها ساختند، ولی در انقلاب ایران خارجی ها مخصوصا در 2-3 سال آخر و مخصوصا در ماه های آخر اثر مستقیم و بسیار نافذی داشتند. این یک عقیده است که خیلی ها دارن و منم دارم و مدارک زیادی که دلالت به این امر میکنه وجود داره. ولی فراموش نکنیم که اولا فرمودید کارگرها در انقلاب زیاد دخالت نداشتن،
ولی مسلما قسمت های کارگران شرکت نفت در واقع کارگران شرکت نفت وقتی که حساب کردن تقریبا ولی وقتی باعث سرنگونی سریع رژیم شد، حکومت ازهاری که از حکومت نظامی فقط اسمی داشت بر سر کار آمد، اگر یادتون باشه اعتصابات به کلی تمام شد و رهبران اعتصاب آمدن خودشون رو به زنده یاد سپهبد جعفریان، بقراط جعفریان تسلیم کردند و چند روزی دوباره پالایشگاه به راه افتاد. ولی وقتی دیدن که دولت نظامی، ازهاری مرد خوبی بود ولی مرد این میدان نبود و نمیذاشتن هم کار بکنه، کاری از عهدش بر نمیاد دوباره و بیشتر میره در مجلس دعا میخونه، این وضع عوض شد. مسلما اعتصاب کارگران شرکت نفت در این امر مؤثر بود، ولی حرکت عمومی وقتی در ایران گسترش بسیار زیاد پیدا کرد که این احساس در بسیاری از طبقات و گروه های اجتماعی به وجود آمد که دیگه دولت نه از خودش میخواد دفاع بکنه و نه از خودش میتونه دفاع بکنه، ارتش تا دقیقه آخر و حتی موقعی که اعلیحضرت رفته بود به مراکش، ارتشی ها بهشون پیغام میدادن که اجازه بدید ما نظم رو برقرار کنیم. اون موقع خیلی دیگه مشکل بود ولی میشد. در اون موقع در ایران البته سفرای روس، ببخشید سفرای امریکا و انگلیس مرتبا فشار می آوردن به شاه که از ایران برود. جنرال هویزر رو مأموریت دادن، اینم که دیگه الان اسنادش منتشر شده، که بیاد به ایران و ارتش رو به اصطلاح بیطرف بکنه که با همدستی چند تنی این کار خب رو کرد. این اتفاقا نکته ایه که به هر حال خیلی روش صحبت میکنن سر مسئله خروج شاه از ایران، که میگن فشار زیادی روی شاه بود که از ایران خارج بشه. درست. شما فکر میکنین که چرا به خصوص امریکایی ها به عقیده شما که شما اصرار دارین که اینها فشار می آوردن که شاه خارج بشه و ارتش دخالت نکنه، چرا این کار میکردن؟ برای اینکه این دیگه یک عقیده است، برای اینکه شاه رو مانع این میدیدن که اون هدفهایی رو که در ایران دارند به مرحله عمل در بیاره، و در ضمن دیگرانی هم میدیدند که شاه اصولا دیگه اون آدمی که پیش بود و اون قدرت تصمیم گیری که داشت اون آدم نیست و این قدرت تصمیم گیری رو نداره، و مخالفینش مخصوصا در اداره به اصطلاح اطراف کارتر بسیار زیاد بودن، ولی نه همشون، از جمله کسانی که مخالف بودن با اینکه ارتش بیطرف بشه و مخالف بودن با اینکه شاه از ایران بره برژینسکی بود و اینم اسناد و مدارکش وجود داره، ولی به هر حال تصمیم نهایی رو وزارت خارجه و در نهایت امر شخص رئیس جمهور میگرفت و اونها مخالف شاه بودن و میل داشتن شاه از ایران بره. ولی در داخل آقای نهاوندی هم افراد زیادی بودن که شما در کتابتون اینو مطرح کردید که مخالف خروج شاه از ایران بودن، جمله خود شما، خود من، از جمله بسیاری از به قول شما بسیاری از روحانیان ایران. خب ولی شاه با وجود همه این حرفا حرف هیچ کدوم اینا رو گوش نداد و حرف امریکایی رو گوش داد. خب و از ایران خارج شد. حالا شما فکر میکنید که اگر حرف شما به کرسی می نشست و شاه رو قانع می کردیم که از ایران خارج نشه، انقلاب رخ نمی داد؟ می بایستی در اون صورت با حمایت و با در زیر چتر ارتش و با گروه دیگری و با حمایت جناحی از روحانیت، آیت الله عظما خویی و آیت الله عظما شریعت مداری، که اون داستان دیگری است که شاید فرصت نباشه دربارش صحبت کنیم، احتمالا فرصت نیست، میبایستی تغییرات اساسی در ایران داده بشه. ولی اگر شاه از ایران نمیرفت، که از جمله مثلا دکتر صدیقی، زنده یاد دکتر صدیقی مخالفش بود و بعض دیگر محال نزدیکان شاه بودیم کم و بیش، ولی با تمام این احوال ارتش مزمحل نمیشد، رژیم از بین نمیرفت، ولی خب البته شاه شاید به اینجا میرسید که باید استعفا بده به نفع پسرش، به نفع شاهپور رضا، و یک حکومت و یک سیستم دیگری بدون این همه خونریزی. برای اینکه فراموش نکنیم طبق آماری که سازمان‌های بشردوستانه به اصطلاح دادن، رژیم کنونی منهای جنگ ایران و عراق بیشتر از 300 هزار نفر رو تا حالا در ایران کشته، نه این همه کشتار به وجود می آمد، نه این مهاجرت عظیم ایرانیان به خارج از کشور به وجود می آمد، و نه ایران به این روزی که امروز درش هست می افتاد، به یک مسیر دیگری می رفت. شاه هم الان دیگه
با بیماری که داشت مرده بود. و حالا بعضی دیگه نظر دیگه ای دارن، از جمله این صحبت رو مطرح میکنن که اتفاقا این اتفاقات در اون زمانی که شاه میرفت یا نمیرفت دیگه خیلی دیر شده بود. بحث این افراد اینه که در سالهایی که زمینه جامعه ایران زمینش برای یک تحول سیاسی وجود داشت و میتونست یک فضای نسبتاً بازی به وجود بیاره در داخل ایران، در سال اوایل سالهای 51 52 به بعد بود و درست اون زمانیه که شاه به جای باز کردن فضای سیاسی تصمیم به بسته‌تر کردنش میکنه و حتی دو حزب موجود به قول بسیاری فرمایشی هم اونا رو هم تعطیل میکنه و حس رستاخیز به وجود میاره و اشتباه میگن اونجا بود که میتونست مثلا فرض کن اینا بحث خیلی اینه که چه اشکالی داشت اگه مثلا فرض کن به جبهه ملی اجازه میداد که فعالیت بکنه در اون سالها، حق شاید در این بود که میکرد این کار. اغلب نامه هایی که اون زمان نوشته میشد به شاه نامه های بسیار محترمانه ای بود و صحبتشون بود که شما طبق قانون اساسی عمل بکنید، سلطنت بکنید و بذارین دولت دولت منتخب مردم باشه. نظر نظر متاسفانه نظر آیت الله عظما شریعت مداری هم که من در دو سال اخیر آخر رژیم در دو سال اخیر رابطه میان ایشون و اعلی حضرت بودم و چندین بار میرفتم و میامدم حرف پیغام هاشون هم میرسوندم، شاه هم گوش میداد و دیگه ترتیب اثری نداد. همین بود منتهای مراتب. ببینید ما داریم یک تاریخی رو بعد از 30 و چند سال می نویسیم و مسلماً 100 سال دیگر هم باز هم همین نظرات مختلف وجود خواهد داشت. این دیگه می رسیم به یک تفسیرات تاریخی و انتشار مدارک جدیدی که هر بار کتاب تازهی که انتشار پیدا می کنه، مورخ دیگری که پیدا می شه که خواهد شد در نسلهای بعدی با بیطرفی بیشتر دربارش بحث خواهند کرد. عقیده شخصی من امروز اینه که تأثیر عامل خارجی در انقلاب ایران بسیار زیاد بود، که خارجی ها چه با کمک مالی 150 میلیون دلار امریکایی ها خرج کردن برای انقلاب. چه خرجی کردن؟ کجا خرج کردن؟ برای خرجی که برای پروژه خمینی در فرانسه و این اخیراً در امریکا انتشار پیدا کرده سندش از که چاپ هم شده. بنابراین مطالب زیادی البته اینجا و اونجا گفته میشه از زبان بسیار افراد مختلف در مورد ارتباط امریکایی ها و غربی ها با آیت الله خمینی، ولی هیچ کدومشون سند مستندی نبوده که بشه در اگر بخواهید این سندها رو بخونید، سندها مقدار زیادیش انتشار پیدا کرده. نمیخوام از خودم به صحبت بکنم، قسمتی از این سندها رو من در کتابی که به فرانسه تحت عنوان خمینی آن فرانس و انتشار دادم بعدم در به فارسی هم ترجمه شده. میشه از این زاویه هم نگاه کرد آقای نهاوندی که اگر که غربی ها قصدش این بودی که شاه رو که یه مقداری استقلال رأی نشون میداد در مقابلش برش دارن و یک کسی دیگه بذارن و اون کسی دیگه نه مطیعشون بود بلکه به دشمن خیلی جدیشون هم تبدیل شد، اونها تصور میکردند که خمینی این رو دیگه مدارک امریکایی انتشار پیدا کرده که خمینی یک رهبر روحانی است که این رهبر روحانی به قم خواهد رفت و تصور میکردند که با یک نوع تفاهمی میان بازرگان که خیلی نزدیک بود به امریکایی‌ها و ارتش که کنترل ارتش رو به دست گرفته بودن، یک حکومت اسلامی دموکراتیک معتدل در ایران می شود روی کار در چارچوب جنگ سرد اون زمان حساب میکردن بیشتر روش. دقیقاً. و این فرضیه مثل خیلی دیگر از فرضیاتی که امریکایی‌ها در دنیا داشتند و هنوز هم دارند تحقق پیدا نکرد متاسفانه. و من میل دارم اینجا بگم که تاریخ به کسانی که مخالف بودند که شاه از ایران برود الان به نظر من حق داده و مسلماً هرچه بیشتر حق خواهد داد. این نه دلیل بر این که شاه اشتباه نکرد که خیلی اشتباه کرد، نه دلیل بر این که مسئولین دیگر اشتباه نکردند که خیلی اشتباه کردند، ولی کدام دولت و کدام رهبر مملکته که در سیاست خودش اشتباه نکرده باشه؟ اما کسانی بودند که مخالف رفتن شاه از ایران بودند و من فکر میکنم که تاریخ حق رو به اونها خواهد داد، تاریخ حق رو به آیت الله عظما خویی خواهد داد، به آیت الله عظما شریعت مداری خواهد داد و به تمام اون گروهی که تا ساعت آخر میگفتن به شاه از ایران نروید، بروید به دکتر صدیقی،
بسیار بروید به کیش یا بروید به هر جایی میخواهید ارتش و دولت را آزاد بسازید. خیلی متشکرم آقای من از شما موسوی متشکرم و خوشحالم.